السلام علیکم، جور بخیر، صحت سلامت، آرزوی خوبی و خوشی همتان دارم. تشکر از اینکه تشریف آوردین شما. خدا کنه که در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و سراچه را ببینین. بازم شما می لحظه طلوع را میبینین و من فرهاد را مکیستم و امشب هم یک مهمان فوق العاده خوبه که از کارهای متفاوت انجام داده، افتخار آفرین بوده، عالم یک موقعیت و یک موقف بسیار خوب داره. بیشتر از این که مدام آرچان بگویم، میریم در وسط تصویری معرفی شدن با هم دیگه، یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. میرویس اشرف رئیس فعلی کرکت بورد افغانستان در سال 1364 هجری شمسی برابر با 1986 میلادی در ولایت کندوز به دنیا آمد. او در کنار اینکه یکی از بازیکنان خوب تیم ملی کرکت افغانستان بود، در رشته حقوق نیز لیسانس دارد. آقای اشرف از سال 2009 الی 2018 عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را در اختیار داشت و بنابر گفته خودش در سال 2021 به دلیل اینکه شانس برای جوانان داده باشد، از دنیای کرکت به عنوان بازیکن خداحافظی کرد. میرویس اشرف در سال 2021 از طرف حکومت امارت اسلامی به عنوان رئیس کرکت بورد افغانستان انتخاب شد و تا کنون در این سمت اجرای وظیفه می نماید. وی اکنون مهمان برنامه سراچه است و در مورد زندگی شخصیش و همچنان وضعیت تیم ملی کرکت افغانستان بیشتر صحبت خواهد کرد. بله دوستا، آقای میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان مهمان ماست. با این توپ که 156 گرام وزن داره، توپ زده و کرکت کرده، بازی کرده، اما کاره بوده در کل. شما دیدید در وسط تصویری، هم بالر بوده هم بتنگ کردن و تانسته که آل رئیس کرکت بورد شده. با این همی توپ دوستا میبینید؟ وزنش هم 156 گرام و اندازش هم شما میبینین. یعنی شما میتونین اگر تلاش کنین، زحمت بکشین و هر آن کار را که تصمیم داشته باشین، اراده قوی داشته باشین، میتونین. از مهمان خود میخواییم، جناب اشرف صاحب بفرمایین. السلام علیکم، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. تشکر، خیلی خوش آمدین. خوش آمدید و افتخار بخشیدین. سلام علیکی با هم وطنهای ما. بعد از با صحبت های خود خواهد داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیر زیاده منن ناست و ملمانو تا سلامونه او دی سراچه خبروانی طول لیدون کتا دی طلو تلویزون او طول ولست سلامونه او نیکی هیلی بخیر باشین. در آغاز میخواییم در مورد زندگی شخصی تان بدانم، کدام سال ازدواج کردید و ثمره ازدواج تان؟ ما سال 2007 ازدواج کردیم و 3 اولاد داریم. نام خدا. 2017 نمی چند سال پیش؟ چند سال پیش، 6 سال میشه که ما. خب ناوقتر تصمیم گرفتید حتماً. مصروف بازی ها یا مصروف کرکت یا دیگه چیزا زیاد بودم از خاطر ناوقت شده. یعنی 6 سال شده که ما عرسی کردیم. بسیار عالی. فرزند کلان شما دختر است پسر؟ دختر است مدینه جان، تقریباً 4 نیم سال است. خواه. و اگر فرزندانتان علاقمند کرکت باشند و بخواهند در آینده ها کرکت بازی کنند، مشوره شما منعیس پدرشان، منعیس یک بازیکن، منعیس یک رئیس، او زمان شاید رئیس کرکت بورد نباشید، اما منعیس یک کسی که رهبری کردید بندرد کرکت بورد افغانستان، چی خواهد بود؟ اخو به هغه وخت کتل کیږي چې خپل هغه ماشوم په څه کې ډیر استعداد لري، کرکټ کې استعداد لري، فوټبال کې لري، کومبله لوبه کې لري، یغه استعداد په کتلو سره همغه مره به خپل اولاد تشبیه کوو چې د استعداد په څه کې ډیر لري. نو طبعا له تعلیم او نورې تربیه سره سره مجبور مکلف وي چې ورزش ته مورته موقع ورکړو چې هغه ورزش او دا به غټه خبره موږ لپاره افتخار وي که چیرې د موږ تاسو ټول اولادونه دی وطن او دی هواد استازولی کوي، ملي ټیم ته جلب کیږي، دا خو بلا دی ویاړ خبره. بسیار خوب. شما هم قدر که دمارتان میداریم میفهمیم در رشته حقوق لیسانس دارید، آیا وظیفه هم در این رشته انجام دادید؟ دومره وخت یا مونږ ته پیدا نشو چې مونږ وظیفه کړی وای
چې کله زه عملیات مې وشو 2014 ولسم کال کې، بیا مې درس شروع کړ، بالاخره فارغه شولم. د لیسانس تر کچې پورې مې درس ویلی دی، د حقوق بخش نه فارغه شولم. تقریبا د ریاست نه مخکې چې زه د کرکټ بورډ مسؤول شمه، د غوراوي کمیټې مشر د یو درې میاشتو لپاره ومه. هغې نه مخکې مې کومه وظیفه نه ده کړې. خو زمان که شما مسئول بودید در صنف هم صنفی هایتان بشناخت شما را که بازی کنه تیم ملی کرکت افغانستان است؟ تقریبا طول پیجندل ما کرکت خود سیده چه با سالور دوش ولایتونو که طول اولس ور سراش ناده طول اولس یا لمره ورزو که سیده چه غفی سیدی کم آوا اوس دیمش کرکت پا سکرین و پا صفا و پا تلویزون بان زیاد ده دیمانگ تاسی دی طول افغانستان طول اولسو نگوری ایمانگ تاسی تاجیک ورو نگوری هزاره ورو نمانگ تاسی گوری وینی یا شوکیان دی اوزبک ورو نه پا سمت شمال که وینی ترکمن ورو نه پا سمت شمال که وینی لبغاره لرو آقا داخلی کرکت که پا ولایتی سطح باندی. خب حتما واسطه تان هم بازی تان بوده که شما عضو تیم ملی بودین و گاهی وقت اگر در صنف نمی رفتین یا در امتحانات حاضر نمی شدین یک نمره اگر خوب از طرف اساتید می گرفتید. او دست مرست استادانو کرده آقا چی بس هر امتیاز و یا هر وجه و دومره منگ سر خک کرده یعنی غیر از اینی هم تقریبا کموتون کوله خب بیا مرست استادانو مشتر کوله دخبال استادانو ندیر زیاده منه نکو. گرچی که شما اکثر وقت در بیرون از افغانستان هم می بودید درست؟ کمتر به درس می تانستن برسه؟ در اون روزا یعنی ما در مسابقات بین المللی به نمایندگی افغانستان در تیم نبودیم. ما پیشتر گفتم که ما عملیات کردیم در 2016 آخر 16 بود تقریبا. بعد از او ما تا به حال یعنی یک مسابقات یک سفر بودم سفر ایرلند 2018 بعد از او در ترکیب تیم نبودم. چکرم نمی رفتین امرای بازی کنا دیگه حتما دواجه درس ها زیاد طرف کنید. بله نه او رقم خوی اجازه نیسته که هر کس ببره در تیم یا چکر برشان بودنی فقط هم 15 نفر می رفت و در او دو سفر کوچ و ترینر و ای اشخاص تخنیکی می رفتن. بسیار خوب. شما در سال 2009 عضویت تیم ملی کرکت افغانستان به دست آوردید. رسیدن به تیم ملی کرکت چقدر سخت بوده؟ چقدر دشواری ها را پشت سر گذاشتاندید؟ یا بسیار آسان یک واسطه و یک وسیله دستان گرفت بردتان به کرکت؟ به هغه وقت که یعنی 2004م 15م 16م 18م اتم تر نهمه پورې یا اتمه پورې چې کله زه ملي ټیم ته معرفي شوم هغه وخت کې موږ دومره داخلي کرکټ نه درلوده یعنی کرکټ دومره رشد نه و کړی دومره مشهوره نه و دومره په سکرین و په صفحه باندې نه و یو حساب باندې ملي ټیم ته لاره پیدا کېدل اسانه هم و په بل حساب سخته هم وه ځکه چې موږ داخلي کرکټ نه درلوده چې د هغه له طریقه چې چا ښه پرفارمنس کوو یا ښه ځلېدل ملی لوبډلې ته به معرفي کېدل. ما په 2008 کال کې امتحان ورکړ د ملي ټیم لپاره په یو امتحان کې چون زه انتخاب نه شوم ملي لوبډلې ته ولې په بل امتحان کې زه ملي لوبډلې ته انتخاب شولم تقریبا 2008 کال اخیری میاشتې وې. د 2008 شما امتحان دادید یک بار ناکام شدید ولې 2009 تانستید به تیم ملی را پیدا کنید. بله بله ولی آله به او حساب نیست که امتحان بته به تیم ملی یا به تیم ملی معرفی شه ولی الحمدلله ما کرکت داخلی داریم در افغانستان 20 وره 50 وره بالاخره 4 روزه کرکت داریم در سطح ولایت مسابقات کلب داریم مسابقات ولایتی داریم از این طریق بازیکنانی که خوب استعداد داره خوب شایستگی داره یعنی بسیار باسانی میتونه به تیم ملی به تیم الف افغانستان را پیدا کنه یا به کمپ هایشان را پیدا کنه و او جدیده شوه که استعدادشان حال به او لیول است یعنی حال به نظر ما آسان تر است. مشخصا شما را کیها حمایت کرد و کیها تشویق کرد تا شما را استعدادتان را پیدا کرد که میتونین یک کرکتر شوین میتونین که بازیکن شوین و بعدش هم میتونین که رئیس کرکت بورد افغانستان شوین. هغه وخت که خو والدین و دیر تشویق کردم چه دیر یعنی ایما خبرو تو بیدیر غوک نیو چه سعیده تا کرکت که نو ادامه ورته ورکړه درس و سبق هم کله کله پاتې وو بیا مې ملګري د جملې نه هغوی زه ډېر تشویق کړم ډېرې حمایت کړم چې هغې جملې نه نورعالم فرید
د ما د ترزوی منیر اشرف همداسې عبدالحکیم رحمانی دوی زه ډېر زیات تشویق کړل. هغوی ما ته دا خبره همیش کوله چې تا په وجود کې ډېر زیات استعداد دی او انشاءالله داسې ورځ به راځي چې ته به د افغانستان استازولي کوې او د ملي ټیم برخه به ګرځې. بسیار خوب، حال وقفه میگیریم عزیزان. پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، امروز شما را میخواهیم انشاءالله که جناب اشرف صاحب قصه‌های زیاد دیگه هم داره، برنامه را تا آخر دنبال کنیم. تشکر. بازم خوش آمدین، تشکر از اینکه طلوع را انتخاب کردین و برنامه سراچه را میبینین. سپاسگزار تک تک شما هستم، همیشه شما انرژی مثبت انتقال داده، همیشه پیامایتان را میخوانم، کامنتایتان را میخوانم. یک عالم از تمامتان تشکر و یک تشکری خاص از اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، پس اپی ماسیف انرژی درینگ حتما انتخاب کنین. ما خیلی یک شب میخورم اشرف صاحب و دلش دیگه. اشرف صاحب اونم خواست بر شما نما آبش خلاص کنیم بازم خریدم. تشکر. جناب اشرف صاحب یک ویدیو از شما میخوایم که نشر کنیم. شما هم ببینین یک دوران جوانی تازه شوا و دستمش در موردش بیشتر قصه کنیم. درست است؟ بله بله. بفرمایین همکارا. Will be the Trissur team as well. That one shaping in, and the finger is up. Another wicket falling. How's that got to backward point? Oh. Goodness knows how it's got to backward point, but powered down the ground by cutting. He didn't get all of that. Bowled! Oh, yes, he's had it again, Mervais. این از جمع نادرات است که در یک بازیکن بتونه یک بالر چهار ویکت بگیره و یا هم چهار بازیکن تیم عریف آوت کنه. کدام سالا بود و چطور اتفاق افتید جناب اشرف صاحب؟ مسابقات لیگ برتر افغانستان بود سال 2018 در متحده عرب امارات، لیگ یعنی ایدیشن اولشان بود. در او تورنمنت د تیم ما که ساتیری میکردم بلخ لیجند برنده مسابقاتم شده یا قهرمانی را تیم ما گرفته در این تورنمنت. بسیار خوب. جناب اشرف صاحب، یک بازیکن چند بال میتونه در مکمل 20 اوره بال باید کنه؟ در 20 اوره برشان که اجازه است. بله بله. 4 اوور کرده میتونه 24 توپ. 4 اوور. 24 توپ. هر اوور 6 توپ است. هر اوور 6 توپ میشه. 24 توپ. در 24 توپ ممکن است که 6 ویکت 4 ویکت بگیره؟ او خو استعداد یا به تعلق به بازیکن میگیره. میتونه 9 نفر موت کنه. ده نفر کلش ایتو اتفاق صورت گرفته، یعنی در کرکت 5 روزه تست به نام بازیکن هندوستان است انیل کومبلی، 10 نفر تیم مخالف کلشان او خودشان اوت کرده. جالب است. شما تا چند نفر تانستید که اوت کنید و چند بار همین تو اتفاق که 4 ویکت گرفتید تکرار شده؟ در مسابقات بین المللی ما 2 دفعه 4 ویکت گرفتیم، تقریبا 6 دفعه 3 ویکت گرفتیم و 8 دفعه تقریبا 2 ویکت گرفتیم. یک ویکت هم تقریبا 6-7 دفعه گرفتیم. در بال خود یک شخص بسیار موفق میدانستید یا در بیت یک شخص با مهارت بودید؟ ما در توپ انداختن یا در بالینگ زیاد خوب بودیم و به اصطلاح براتان بگویم زیاد خیر ما میرسید به تیم. یکی خو دوش یعنی کم میدادم در اوور که میکردیم یا هر اوور که میکردیم، یعنی اقتصادی بودیم زیاد و ویکتم در پلوش ویکتم میگرفتم. از خاطر زیاد که خوب میدرخشیدم در رشته بالینگ بود. خب. یکان دفعه در بیتینگم در بیتینگ دیگه نفر آخر بوده دیگه؟ نه، تقریبا ششم هفتم. خب ششم هفتم خیلی خوب بودین دیگه. بعضی اوقات داشتم ما.
بسیار عالی. در اولین بازی تیم ملی بدون شک هر بازیکن هیجان خود را می داشته باشه و از اولین بازی خودتان قصه کنید. در 2009 یا 2010 که رفتید به میدان چیگونه بود آن چی را که می خواستید به دست آوردید؟ ببینین کرکت باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، طبعا تاثیر خاص داره. مسابقه اول مردم میبینه یا تقاضا یا چی از مربی و از کپتان میباشه که خوب بود رخشی سر شما اعتماد میکنه که در 11 در ترکیب بازیکنان 11 برای شما جای میته. طبعا فشار میباشه، ولی بعضی استعدادهای رقم است که او باز فشار به او اندازه نمیگیره. یعنی در بازی اول که ما در 2008-2009 در دیویژن 3 در ارجنتین تورنمنت بود، اولین بازی همراه کشور هنگ کنگ انجام دادیم. در اون مسابقه ما 2 ویکت گرفتیم، یک بازیکن را، بازیکن بسیار خوب به نام نجیب عامر، او را در همون دویش سختاندیم، یک طرف دیگه طرف که میده و یک دویش که جور میکنه، در اون دویش سختاندیم و یک کیچ هم گرفته بودیم و 4 دویش هم جور کرده بودیم در مسابقه اول و اون مسابقه را ما بردیم، برنده شدیم و در آخر قهرمانی او تورنمنت افغانستان شده. 10 کشور در اون تورنمنت افغانستان شکست داده و قهرمانی را گرفته. بسیار خوب، یعنی هیجان داشت دیگه وقتی به طرف بازی زیاد پرشه زیاد هیجان بوده. بله، یک قصه را من با شما دوستا و با هموطنایم داشته باشم. ما اولین بار که ظاهر شدم بسیار علاقمند صفحه تلویزیون و تصویر گپا بودیم. یک اعلان تجارتی بود، گفتن بیا کاست شدیم، رفتیم، بسیار خوش بودیم، بسیار هیجان داشتیم. وقت رفتیم ما را قسمت استاد کرد. وقت ویلان در تلویزیون نشر میشد دی فوکس بودم، اصلا ما معلوم نمیشدم. بله. من تا من خودم میشناختم با چند ثانیه و بسیار دی فوکس و بسیار خاطر جالب بود و راستی هم هیجان میباشه دیگه. در کل شما از سال 2009 الا 2018 عضویت تیم ملی را داشتین، بدون شک در طول این سالها به عنوان بازیکن بازی های زیاد انجام دادین. بهترین بازی خودتان کدام کدام تیم بودین و از او بازی قصه کنین به ما؟ تقریبا ما 70 بازی را یا 70 مسابقات به نفع افغانستان ساتیری کردیم، به نمایندگی افغانستان ساتیری کردیم. در ردیف در ترکیب 11 نفر بودیم، این تو زیاد پرفارمنس ها را انجام دادیم. 4 ویکت گرفتیم با همراه کشور کینیا، 3 ویکت گرفته با مقابله تیم زیمبابوه، 2 ویکت گرفته سریلانکا و پاکستان. تقریبا 28 دویش جور کرده با مقابله تیم پاکستان در دبی و در جام جهانی هم در اولین جام جهانی 2010 در اوجا 28 دویش جور کرده. و در مسابقات 4 روزه که در فاینل اینتر کانتیننتال کپ ما 6 ویکت گرفتیم، 6 بازیکنانشان سوختاندیم. 54 دویش جور کردیم با مقابله تیم امارات متحده عربی و ایتو زیاد پرفارمنس ها را انجام دادیم به نفع افغانستان. ولی یک پرفارمنس که زیاد برای مهم بود و فراموشم نمیشه، در سابق سویه یا لیول تیم کرکت افغانستان در این مرحله نبود. در وقت هر بازیکن ما یه ارمان داشت که چطور را پیدا کنیم به جام جهانی، چطور به سکرین بیاییم که مردم ما را ببینه و افغانستان را ببینه. در وقت یعنی بزرگترین ارمان ما بود که چطور به جام جهانی را پیدا کنیم. در مسابقات تورنمنت برگزار شد، دو تیم باید را میافت به جام جهانی 2010، دو تیم فاینالست. در سیمی فاینل ما بازی ما بود همراه کشور عربی متحده عربی امارات. در اون مسابقه ما 2 بازیکن سوختاندیم و خوشبختانه اون مسابقه را ما بردیم، به فاینل رفتیم، به فاینل را یافتیم و اوتومات به جام جهانی 2010 را یافتیم. یعنی اون پرفارمنس چون کم بود یا خرد بود، هر کمی که بود برای ما زیاد ارزش داد.
ارزش دارد. از اون مسابقه ما معرفی شدیم به جام جهانی 2010. بسیار عالی. حالا اجازه این وقفه میگیریم. پس از دیدن وقفه دوباره زود برمیگردیم. تشکر. با وطندارایم که جدیدن همراه ما یک جا شدن، یک سلام تازه و کاغذ پیچ مفرستم. آرزوی خوشبختی شما را همچنان دارم. و جناب میرویس اشرف، رئیس کرکت بورد افغانستان در کنار ماست. جناب اشرف صاحب، چند تصویر داریم برتان نشر میکنیم، شما در موردش نظرتان را ارائه کنین و یک ضعف و یک قوت شانه بگوین. آنچه که در موردشان میخواین صحبت کنین را با ما و بیندای ما بگوین. درست؟ درست. اولین تصویر از راشد خان، افتخارآور افغانستان. لکه څنګه چې هیوادوارو ته استعداد معلوم ده، یو نړیوال استعداد ده، یو په اصطلاح یو سوپر سټار کرکټر ده. زه خو په موجوده کرکټ کې ساری نه وینم د ده کوم استعداد چې دی لري. په نړیواله سطح که چیرې زه حساب کړم، د دنیا په سطح په 5 بهترینو لوبغاړو کې راشد ارمانم ده. بسیار خوب. عکس بعدی از خودتان است جناب؟ او دغه د ماکس ده تقریبا اختر روز ده هغه لورکی ده مدینه جان. خو ای حتما د کندوز گرفته شد؟ بله، خانه ما است کندوز. ما د کندوز زندگی میکنیم، خانه ما د کندوز است. گفتن همکارا گفتن که د کندوز زندگی میکنین، یگان عید برات شاید برین دیگه. د این روزا وقت پیدا شه و فرصت باشه میرم خانه. بسیار عالی. عکس بعدی از آقای اشمت. حضرت الله زازای ده. خو بریدګر بیټسمن ده، یعنی توپهون کې ده. لومړی ورځو کې ډیر خو وزلی ده او یو نړیوال ریکارډ هم لري چې 122 منډې کړې ده د افغانستان په ګټه. د افغانستان لپاره په لومړی ورځو کې ډیر خو زلی ده، چون اوس یې هغه فوم یا هغه دونه زلی ده، دونه نه ده نسبت پخوا په برابر. ولی ډیر ښه لوبغاړی ده، بااستعداد لوبغاړی ده، افغانستان لپاره ډیرې سیالۍ ترسره کړي. مګر جناب اشرف صاحب، یک انتقاد که همیشه مردم در قسمت آقای زازایی داشته ای است که میگن فتنسش خوب نیست، اندام خوب نداره و بیشتر باید سراندام خود کار کنه و در ضمنش عملکردش هم ضعیف شده در قسمت بازی ها. کچیر فیتنس ته وګورو، یعنی شپږ کاله مخکې د ده وزن دین هم زیات و، اوس یې وزن هم کم کړی دی، خو خپله هڅه کوشش کوي چې ښه وځلیږي. ولې متاسفانه د دې ښځه هم شاهد یم، او کومه نیوکه چې هیوادوال کوي هغه په جای ده. دغه څو سفرونو کې داسې ښه نه دی ځلېدلی. ولې کپتان او کوچ بیا هم ورباندې باور کوي چې ده کې هغه استعداد و وړتیا شته چې یو سیالۍ دوه کې به وځلیږي او موږ ته به هغه مسابقه وګټي. ځکه چې ده کې هغه د توپوهنې خصوصا په شلوریزه کرکټ لپاره یو ډېر غټ استعداد خدای تعالی ورکړی ده. داسې د غټو شپږیزو وهلو ښه صلاحیت لري. ولې متاسفانه دا زه هم درسره منم چې په دې تیرو څو سفرونو کې داسې ښه نه دی ځلېدلی. بسیار خوب. عکس بعدی آقای رحمت شاه. رحمت شاه لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، ټول لوبغاړي ماشاءالله ښه دي، ټول لوبغاړي ماشاءالله ښه استعداد لري. رحمت شاه به د ټیسټ کرکټ او د 500 ورځې لوبو په اصطلاح د ملا تیر ګڼل کېږي د افغانستان لپاره. ښې لوبې ترسره کړې دي په نړیوال 500 ورځ کرکټ کې، تقریبا 3000 منډې لري. په ټیسټ کې هم چنان همدونه منډې لري. خدای تعالی یو ډېر ښه استعداد ورکړی ده او یو ډېر ښه انسان، یو ډېر ښه شریفه شخصیت هم ده. بسیار عالی. ای عکس مربوط کجاست و موقعتش جناب اشرف صاحب؟ دغه کندوز ده، په هغه ورځو کې تقریبا 2000 شلم کالو تقریبا 2000 شلم کالو د سټیپ یو موسسه وه د خارج نه، او یو څو ملګرو څه پیسې راغونډې کړې وې. بیا ویل چې دغه موږ تا ته درلیږو کندوز کې په مکتبونو باندې تقسیم کا قرطاسیه باید تقسیم قرطاسیه او د مکتب د ماشومانو بکسې وې تقریبا 1000 دانې. بیا دغه موږ په مکتبونو په وړوکو شاګردانو باندې تقسیم کړلې. بسیار خوب. هغه اوزګار چې به و بیا به همداسې د خیر کارونه ورسره کول. نبی ساحل به کوم ځلې مواد راولېږلې، بیا پیسې راولېږلې، راشد خان، داسې نورو ملګرو په موږ باندې مې اعتماد کوو، بیا به موږ هغه مستحقینو ته رسولې. خیر ببینین، زنده باشین. عکس بعدی از جناب نبی ساحل.
2000 لسم کال ده سری خود تو نسین ده کنارشان دی خو ته زه ما خو هغه مختان توی شو بیا د سی په عمر کې غټ خکاره کېدلو کله موږ د سی لوبغاړو سره همزولی دونه په عمرونو کې فرق نشته خصوصا نبی سره یا حمید سره هم د سی بعضی نور لوبغاړو سره په عمر کې دونه فرق نشته د سی همزولی اونه معلوم میشه دیگه که هم سره 2000 لسم کال 2000 لسم کال سریلانکا یعنی د لاس کال تیر شوی دی بسیار خوب و عکس بعدی از کسی که در موردشان زیاد گفته زیاد تعریف کرده دما عکس شال در شرکت همکارا دولت زدران دی که شک نیست چه تر 150 سلویش صورت پوری دی بال صورت دو بالینگ چی بای کهو اور سر بلش کل کل بیٹنگ هم کهو ولی متاسفانه 2009 تقریبا 2013 و کنه نسم و دتا دی گونده یا دی دغه انجری یا تکلیف ورته پیدا شو به وړوکه عملیات وکړه یغه نرسته یو کال دوه هم د سې دی کرکټ پسې ورک شو یا کرکټ ته د سې وخت نشو ورکوله اوسم چې د خپل فټنس وخی په داخلي کرکټ کې خپل شایستګي وخی د تم خدای تعالی ډیر لوی استعداد ورکړی ده په بالینګ کې خصوصا یو ډیر د افغانستان لپاره فکر کوم یو ځینی بالر دی چې د سلو شاوخوا وکټ یې اخیستی دی په 500 ورځ کرکټ بسیار خوب بسیار خوب عکس پسرتان مبشر جان و آینده مبشر دمی عکس اگر شما تعریف کنید چیگونه پیدا میکنین جناب از خود چورتا گورم فکر کنم چنگه چی عمر ده خب دیر زیاد شوخته و چه غرش انشالله خوب باشی لیکل وست و درس و سبق بوی بیا لکه څنګه چې تاسو مخکې پوښتنه وکړله د دغه استعداد ته په کتلو سره چې هره لوبه هر ورزش کوو مجبور یې موږ ورته وخت ورکو بسیار خوب انشالله دا عمرشان برکت و در ضمنش به خیر به آرزوهای خود برسن زمانی که شما بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان بودید چی مشکلات در کرکت بورد افغانستان خودتان مشاهده کردید چشم دیدتان چی بوده زعفارا که پیدا کردید در چی بود گروه حال شما قوت بخشیدید و از شما سرش کار کردید تا اون مشکلات بازیکنان رفع شوه په عموم کې د لوبغاړو په حق لا یا د اداري په حق لوایم په خو به موږ سپانسر نه درلود مالی ملاتړ هم نه درلود اوس الحمدلله لرو داخلي کرکټ مو هم کم او اوس موږ داخلي کرکټ هم زیات کړی دا کیفیت مو هم ورته زیات کړی دا موږ تیرو شلو کلونو کې اداري سټرکچر د اداري تشکیل نه درلود چې موږ څونه کارمندان دي لایحه وظایف څه شی ده څه به کوي څه به نه کوي هغه هم موږ تیر کال جوړ کړ په تیر کال پاولو میاشتو کې چې د موږ داخلي هغه تشکیل هم جوړ کړو سټرکچر بلاخره موږ نه درلود یعنې د شلو کالو کې موږ نه درلودو داسې نور په میدانونو باندې موږ کار وکړ د کندهار په میدان باندې اکاډمي مو ورته جوړه کړه یو وړوکی غوندې جیم مو ورته جوړ کړی دی پلان لرو چې د نجیب طریقي په میدان باندې کار وکړو ننګرهار کې د خوست په میدان باندې هم کار وکړو تقریبا ډېر ټورنمنټونه دلته کېږي د کندوز په میدان باندې هغه د دیوال موضوع هغه هم ورته جوړ کړه د زابل په میدان باندې د مزار شریف میدان همداسې نیمګړی پاتې دی داسې انشاءالله پوره هڅه کوو چې هغه نیم کاری چې پاتې دی هغه بیرته شروع کړو ځکه په هغه زون یا په هغه منطقه کې هم یو معیار سټیډیم د افغانستان کرکټ لپاره ضروري دی بسیار خوب موفق باشه انشاءالله جناب اشرف صاحب حال وقفه را میبینیم با هم دیگه یک جا تماشا میکنیم و دوباره از زود برمیگردیم همراهی تان همه خیر بخیر باشه تشکر تشکر بخیر باشین خوش آمدین باز هم عزیزایم و سراچه همچنان ادامه داره جناب اشرف صاحب در کنار ماست تهیه کننده در مورد اشرف صاحب زیاد تحقیق کردن زیاد پرسان کردن از هواداران کرکت افغانستان همگی ازشان راضی بوده و باید یک تشکری کنیم چون در سالهای گذشته رؤسایی که در کرکت افغانستان آمدند و رفتند کار جناب اشرف صاحب بنظیر بوده در بینشان به منظور این که جوانا را فرصت داده تا بیشتر بیاین روی صحنه و استعداد خود را به مردم افغانستان به نمایش بگذارن و در این حال بیرق به اهتزاز در بیارن در کشورهای مختلف دنیا
که ای کارشان فوق‌العاده بوده و ما حمایتشان میکنیم، ما همراهشان هستیم و در کنارشان هستیم. گرچه جناب اشرف صاحب شما پیشتر در مورد ای که رئیس شدین و تغییرات که آوردین قصه کردین، اما اولین تغییری را که شما در کرکت بورد افغانستان آوردین چی بوده جناب اشرف صاحب؟ اسپانسر نداشتیم، بر خاطر تیم ملی یا بر جرسی تیم ملی افغانستان سپانسر را یافتیم. تقریبا دو سه سپانسر داریم در این شرایط بر تیم ملی بر اداره کرکت افغانستان. و پیشتر شما گفتین ما اولین کوشش ما این بود که ما تیم جوان بسازیم، بازیکنان جدید با استعداد و شایسته را در تیم ملی جای بدیم و الحمدلله ما در این کامیاب شدیم. بازیکنان نمونه شون و مثال شما میبینین، فضل حق فاروقی شد، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد کمال و عبدالرحمن. عبدالرحمن از قوم محترم ما، شما از پشه‌ای است، از لغمان است، ولی در ترتیب او را هم جای داریم چون شایستگی داشت. یعنی 11 نفر نو ما به تیم ملی معرفی کردیم. الحمدلله زیاترشان بسیار خوب درخشیدن و مثالشان رو شما میبینین، بیننده ها میبینن و علاقمندان کرکت که هستن او میبینن، اما بازیکنان نو جدید ما با استعداد ما را. این هم یک دستاورد ما میگیم به خاطر بر اداره کرکت افغانستان. و پیشتر ما گفت که ما تشکیل اداره نداشتیم، تشکیلم به خیر ساختیم، جور کردیم و یک مرکز ما جور کرده، HPC، دو HPC سنتر، دو تداوی بازیکنان میشه، اینجرد میشه یا زخمی میشه، میفته یا مثلا بیشتر شما گفتم حضرت زازه، یعنی او پرفارمنسشان خوب نیست یا به او حساب نمیدرخشه، باز ما به این مرکز او را معرفی میکنیم، در بخش بالینگ، در بخش بیتینگ باز به این مرکز معرفی میکنیم، اونها سرشان کار میکنه. در اونجا ما دو مربی داریم از خارج داریم و دو ترینر داریم، یکیش ترینر هست و دیگه فیزیوتراپیست هست از هندوستان داریم. یعنی در این مرکز لوازم ضروریاتی که داشتن و او را هم برشان مهیا ساختیم، داریم از خارج برشان آوردیم. یعنی این HPC سنتر ما اول نداشتیم در 20 سال، این سال بخیر HPC سنتر هم برای بازیکنان به خاطر بهبود کرکت که تکنیک و مهارت ها هم در پیش برده شوه، از هم بالینگ، از هم بیتینگ، از هم از فیلدینگ. یک چند تا دیگه و یک دستاورد ما میخوایم برکتشان که شما تشریح کنیم و هم تورنمنت 19 ساله امسال ما در آن داختیم، در او کشور بنگلادش بود، در او کشور سرلانکا بود و تیم افغانستانم بود. یک دستاورد است برای اداره. و یک قرارداد را ما با کشور عربی متحده عربی امضا کردم، یا او تفاهم یا او کانترکت کردشان خلاص کردم. ما اول که مسابقات یا یک مسابقه را در امارات میکنیم، چون ما میزبانی را در کشور امارات میکنیم عربی، از یک مسابقه $1,000,000 میگرفتن. یعنی در اوجه ما سال اگر دا مسابقه را در اوجه برگزار میشد یا ما میزبانیشان را میکردیم، $1,000,000 ما میگرفت. ولی باز به این تفاهم رسیدیم، یک قرارداد کردیم که در سال 3 مسابقه همراه کشور عربی ما انجام میتم یا میکنیم کدشان، او فیس باز نمیگیره. یعنی به یک حساب اگر ببینیم او جما 9 مسابقه میکنیم، 2 مسابقه را انجام میتم، یعنی او 900,000 یا $1,000,000 باز نمیگیرن دیگه. فایده است برای کرکت افغانستان، به اداره افغانستان. بسیار عالی، بسیار عالی. و سابق شما میدید ما مسابقات را که میکردیم، برادرای ما میفهمن بعضی ها کته کشور آیرلند یا کشور زیمبابوه زیاد مسابقات یا زیمبابوه را خود ولی خوشبختانه امسال ببینین ما یعنی با کشور پاکستان تورنمنت داشتیم یا مسابقات داشتیم، 3 کشور سرلانکا 2 دفعه، یعنی 6 مسابقه را ما انجام دادیم، با کشور بنگلادش، بعد از او با کشور پاکستان است ان شاء الله 3 مسابقه در آینده، بعد از او آسیایی جام است، بعد از او جام جهانی است. در ماه جنوری سال آینده به خیر ما با کشور هند مسابقات داریم، 3 20 وره. در ماه فوریه به خیر همراه کشور سریلانکا فول سریز داریم و به این معنا که هم تست
هسته او هم 50 اوور است هم 20 اوور است. یعنی برای 4 سال که ما اف تی پی را جور کردیم یا فیوچر تورینگ پروگرام، یعنی در آینده 4 سال ما که برنامه های کرکت که داریم، یعنی بی‌نظیر بوده برای افغانستان. سابق ما به این اندازه مسابقات نداشتیم با کشورهای قوی جهان، ولی خوشبختانه حال داریم. ما در این عرصه کار کردیم، کشورها را کانه ساختیم که همراه ما مسابقات کنه، رفت و برگشت. یعنی دایی تقریبا کل کشورها را غیر از چند کشور ما راضی ساختیم که همراه افغانستان بایلترال یا رفت و برگشت مسابقات انجام بده، ما میزبانی کنیم و هم میزبانی کنه. یعنی در کل در 4 سال ما به خیر تست 50 اووره 20 اووره تقریبا در حدود 130 مسابقات داریم. بخیر، بسیار خوب. از مسابقات قصه کردید، از دستاوردها قصه کردید. ما تقریبا 15 سال میشه که کرکت حرفه‌ای بازی میکریم، اما متاسفانه یک میدان معیاری و استاندارد نداریم. چه زمانی یک کدام پلان وجود داره که یک میدان استاندارد داشته باشیم تا در افغانستان هم بیایند ما میزبان باشیم در خود افغانستان و در خود افغانستان بعض وقت مسابقه را انجام بدیم؟ انشالله او روزم خواهد رسید که میزبان باشیم و هم در داخل افغانستان. در 5 زون ما 5 میدانهای استاندارد یعنی معیاری داریم در 5 زون افغانستان، در خوست، ننگرهار، کندهار، کندوز و مرکز. خوشبختانه در این روزا کار طی مراحل میدان یا زمین کم مانده، البته خلاص شده باشه. تقریبا 86 جریب زمین است برای ما داده شده، از دولت برای ما داده در منطقه آلوخیل. انشالله به او میدان بودی جمع داریم کمتون و کارهایشان که خلاص شده بخیر، ما چهار دیواریش و دیگر ساختمان و چیزایش بخیر، نقشه و چیزها رو برشان جور میکنیم. او میدان بخیر خوب معیاری میسازیم و خوب معیاری انشالله جور میکنیم. پیسه و بودجم تا اندازه برشان داریم انشالله. بخیر، تشکر. عزیزان وقفه داریم، پس از دیدن وقفه دوباره میاییم. بخش پایانی برنامه را همچنان فراموش نکنین، 8 دقیقه دیگه هم را تحمل کنین. با ما باشین. سلامت. بخش پایانی برنامه و یک تشکری خاص و ویژه از شمایی که از طریق یوتیوب تلو همچنان برنامه سراچه رو میبینین و یک تشکری هم از اپی ماسیف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت برید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین. کچی ردسی و دونه گتی ایپا که خب مش بایم ما خواه اول برتون گفتم ما فهمیدم پشیمان میشه اگر ننوشه. نوش جانتان و تشکر از شما دوستا. جناب اشرف صاحب، بیاد در مورد سطح مربی های افغانی صحبت کنیم که در کدام سطح فعلا مربی های ما قرار داره جناب اشرف صاحب؟ مربی های داخل ما الحمدلله بسیار خوب هستن، همراه با تیم ملی هم سفر میکنه و سال گذشته در شما شاهد هستن و تیم ما، تیم 19 ساله ما این تا سیمی فاینل تقریبا رسیده و هم در مسابقات یا همراه تیم مربی داخلی ما بود به نام رئیس احمدزی. نوروز منگل تقریبا 4-5 سال همراه تیم ملی تیر کردن، همراه تیم ملی بودن و کریم صادق سایر دیگه مربی هایی که ما داریم الحمدلله از لیول 3 یعنی 1-2-3 تقریبا 3 لیول کوچینگ کرده یا مربیگیری و اسناد سندشان داره فوق العاده. الحمدلله از لحاظم بسیار غنی هستیم و آل مسابقات زون شروع از جریان دارد در خوست و ننگرهار. در این تورنمنت یا در این مسابقات کل کوچیز، کل مربی ها که هستن از خود افغانستان هستن. خب بسیار خوب. در مورد مربی تیم ملی کرکت افغانستان اگر صحبت کنین، مربی اندیس درست؟ از انگلستان است، از جاناتان ترات. بسیار بازیکن بسیار موفق بود در زمان خود که کرکت میکرد یا
بازی کرکت که میکرد. حالا تقریبا یک سال میشه مربی تیم ملی افغانستان است. دستاوردهای بسیار خوب دارن و دستاوردهایشان این است که تقریبا تیم پاکستان ما شکست دادیم در شارجه دبی، آل تیم بنگلادش ما شکست دادیم. یعنی 8 سال بعد یک تیم مهمان بنگلادش را در بنگلادش شکست میده. یعنی این همه دستاوردهای به اصطلاح از تیم است، از کوچ است، از کپتان است، از بازیکنان است. بسیار خوب. کمتر از یک ماه برای جام جهانی پنجاوره فرصت داریم. برای اینکه بتانیم یک تیم مدعی باشیم، چی برنامه برای تیم ملی کرکت افغانستان در نظر دارین یا مد نظر گرفتین؟ اگر چند سال قبل دیده شوه تیم مصروف است، تیم مصروف مسابقات همراه با سریلانکا بود، بعد از او بنگلادش، بعد از او پاکستان، جام آسیایی است بخیر. قبل از جام جهانی که شروع شوه بخیر، ما قرنطین برای بازیکنان یک کمپ مجهز یا به اصطلاح منظم داریم بخیر قبل از جام جهانی. و اگر کرکتشان دیده شوه بازیکنان زیاد مصروف بوده، زیاد مصروف هستند، اما متواتر چند سفر خارجی داشتن، به چند کشورها مسابقات انجام داده بخیر. به او حساب آمادگی الحمدلله فوق العاده است و امید داریم انشاءالله که تیم افغانستان در جام جهانی بسیار خوب بدرخشند. انشاءالله ما هم دعا میکنیم که بخیر خوب بدرخشند مثل همیش، ما را خوشحال بسازند و لبخنده و به لب تمام وطندارانم، ازبک، پشتون، هزاره، ترکمن، همگی لبخند بزنن و همگی همون شب خوشحالی کنن. چقدر جای خوشی است وقت تیم ملی کرکت افغانستان برنده میشه در مقابل یک تیم، همه مردم نمیبینی که ازبک است، هزاره است، پشتون است یا هم تاجک است، همشان خوشحال هستن، همشان لبخند بر لبانشان است. مشخصا که پاکستان رو ببریم، همی هر بار که پاکستان رو بردیم دوستا گلون ما صدا شیشته مکمل. بازیکنان تیم ملی افغانستان هر سال در بیشتر از 3 تا 4 لیگ خارجی بازی میکنن. آیا به نظر شما این تعداد بازی هایی که در لیگای خارجی انجام میدن نمیتونه تاثیر منفی بالای عملکردشان در ترکیب تیم ملی افغانستان داشته باشه؟ مثلا اگر ما راشد خان افتخار افغانستان مثال بزنیم، در بازی های دوستانه در برابر بنگلادش مظلوم بود، بعد که بازی پنجاوره ما با بنگلادش به اتمام رسید، همان شب طرف آمریکا حرکت کرد تا در لیگ آمریکا حضور داشته باشه. این میتونه باعث مظلومیت و خستگی بازیکن ما شوه؟ تاسو خبری چی تر دیر برید ما واوریدلی یا کوم فکر چی بعضی هوادوال لري که چیرې د من کرکټ وګورو، د افغانستان کرکټ یا لوبغاړي چې دومره پیاوړي دي یا دومره تجربونه برخمن دي، فکر کوم یوازینی یو ښه علت یې همدغه د لیګونو کرکټ دی چې دوی پکې ډېر تکړه کېږي، ډېر پکې ښه کېږي، عملا کرکټ کوي، له سترو لوبغاړو سره مخ کېږي، قوي لوبغاړو سره، قوي ټیمونو سره. یعنی د کرکټ د زده کړې په حساب باندې دوی لپاره ډېر زیات ګټور دی. او بله خبره داده چې هر وخت موږ مسابقې دوی هغه ملي وظیفه ته دوی ځان حاضرۍ او له ټیم سره یو ځای وي په کمپونو کې، یا هغه موږ چې منظم کمپونو ورته لرو دوی رسیدګي کوي او غیر حاضره کېږي نه. راشد سید چې هغه نه مخکې د سریلانکا په مسابقو کې هغه د ملا لږ څه تکلیف ورته پیدا شوی، د هغه نه بعد د بنګلادش په مسابقو کې دی جوړ و، چون د قرارداد همداسې کړی و چې دی باید هلته رسیدګي وکړي. هغه ورځو کې چې موږ کرکټ نه لرو یا مسابقې نه لرو، طبعا موږ دوی ته اجازه ورکوو چې دوی د لیګونو کرکټ وکړي. او د خبره د زوبلتیا شوله یا د انفټه کېدو څه داسې کوم کیس او قضیه اوسه پورې موږ ته نه ده راغلی چې یو لوبغاړی په لیګ کې داسې په ژور اندازه باندې ژوبل شوی یا ټپي شوی. بسیار خوب، بخیر باشین. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. افتخار بسیار بزرگ به ما بخشیدید تا آمدین در مورد کرکت و بازیکنها صحبت کردید. موفقیت های بیشتر به شما میخواییم. انشاءالله کمیشه موفق کامگار بمانین و بدرخشین. دیر زیاد تمنن. تشکر از شما و تندارایم که تا این دم امرای ما بودین. تا برنامه بعدی هم شما رو به خداوند مسپارم. همیشه شاد، موفق و رم باشین. بدرخشین.